به نام خدا، مجددا سلام. خب اگر ویدیوها رو تعقیب کرده باشید احتمالا دیدید که توی قسمت قبلی بذارید من سویچ کنم رو کود. ما یه ذره راجع به در واقع پردازش خطا و اکسپشن مپینگ صحبت کردیم با هم که اگه یه خطایی مثلا توی سیستم رخ بده یک سیستم رستفول چجوری باید برخورد کنه، ولی حالا دیدیم که باید در قالب یک مسیج و یک ارور کد معمولا و استاتوس کد مناسب HTTP بیاد این ارور رو برگردونه. بذارید بریم جلو، دوباره بریم سراغ ادامه بحثمون و سعی کنیم کامل کنیم. اولین کاری که باید بکنیم، من اینجا این رو خیلی دیمی گذاشتم، به من اجازه بدید که اینو تبدیل به یک متد کنم که تمیز بشه یه ذره. من حالا کنترل M زدم، اسمش هم گذاشتم همچین چیزی. بذارید اینو بردارم ببرم تو همون کنترلر هم بذارم، این رو کنترل X کنم، برم توی کنترلر و اصلا قبل از اد بیام بگم من یک لازم نیست داشته باشیم، استاتیک هم نمیخواد باشه، یک در واقع بگیم exception handler دارم اینجوری و آن مپر رو هم باید بیارم باهاش. آقای مپر هم بردارم با خودم بیارم، یه همچین حالتی برم توی این آقای کنترولر و مثلا اینجا یه مپر هم اضافه کنم، این هم پاک کنم، این هم فرمت کنم، این هم بذارید نزدیک کنم به این و حتی این رو بیارم بالا چون استاتیکه و برگردم توی اون اپه بگم کنترولر دو نقطه اکسپشن هندلر. اگر درست گفته باشم ها، اینم که پرایویته که نباید پرایویت باشه، باید پابلیک باشه. برگردم به اینجا و این چی میگه؟ کلاسی از بوک، کلاسی از تی اندرویدی که سپریشن تیفکم نمیتونه متد رو ورداره بیاره و باید احتمالا توش باید بتونه. چرا نمیتونه؟ بذارید ببینیم قضیه از چه قراره. شاید داره تایپ ایریجر باشه و به نظر میاد باید قطعا درست کار کنه. بذارید ببینیم راهی هست اینو مثلا بگیم همچین چیزی بگیم، مثلا بگیم exp و ctx رو بگیر بیا بگو controller dot. او راست میگه، فهمیدم مشکل از کجاست. این exception handler تو controller باید این رو بگیره. باشت من اینجا یه صوتی خیلی بدی دادم، من ندارم ریفکتورمون ریفکتور خوبی نبوده و باید بگیم یک اکسپشنی مثل ای و یک کانتکستی مثل سی تی ایکس رو بگیر و بیا ریترن هم نمیخواد بکنی، اصلا تو وید باش. چه ریترنی تو اصلا وید باش، اینم نمیخوایم، اینم نمیخوایم، اینم فرمتش بکنیم، اینم باشه بوک اوپس اکسپشن. الان باید درست باشه، خب فکر کنم الان این کارهایی که کردیم رو بتونیم بریم. اوکی درست شد. پس من کد اکسپشن هندلر رو برشم بردم گوشتم تو کنترله که یه دست و به قول قصابا بیشست بشه. خب بریم ادامه کار. بریم ببینم سراغ این عده. من یه کاری میخواستم اینجا براتون خدمتون انجام بدم، اونم این بود که اجازه بدم که اگر من برای یک کتابی آیدی چیز نکردم، در واقع آیدی اگر برایش ست نکردم، یک آیدی برایش جنریت کنم. یعنی همچین حالتی رو بذارید با هم بریم جلو. یک کتاب یا آیدی داره یا نداره، اگر نداره برایش جنریت کنیم. خب اگر ببین اگر طرف منفی بده این کار مناسبی، ولی خیلی وقتا من
میخوام یه کتابی اضافه کنم، خب آیدی براش ندارم که واقعا بیام بدم. بعد خیلی اصلا چیز بدی نیست که بیام یه همچین کدی داشته باشم، یعنی بالا بیام بگم اگر مثلا get ID مساوی صفر بود، خود سیستم یه آیدی حالا جنریت کنه، اوتو اینکریمنت چیزی بهش برگردونه. فعلا من این کار نمی کنم، فقط خواستم بهتون بگم که یه همچین حالتی هست که اگر بعد تو بعضی از سیستم ها شما اگر طرف آیدی نده، سیستم براش آیدی جنریت میکنه و بهش آیدی میزنه و میره جلو. ما اینجا استریکت فرض میکنیم که همیشه آیدی ها رو کاربر میده. بریم سراغ get. خب ما تابع get رو هم توی کنترلرمون داریم که میگه repo.get کن و بذارید من توی کنترلر فقط اول یه چکی بکنم. نکته که وجود داره اینجا، اگر بوکمون اگر این بوک مساوی اینجوری بگیم دیگه، بگیم if بوک، چقدر من دارم سوتی میدم، اگر بوکمون نال بود یعنی پیدا نشده دیگه، باید بیام یه اکسپشن درست کنیم، یه اکسپشن از اون پدری که داشتیم حالا که تو قسمت قبل یاد گرفتیم. میتونه این برید آیدی اکسپشن باشه، یا بگیم مثلا بوک نات فاوند اکسپشن، یا مثلا بگیم آبجکت نات فاوند اکسپشن. بذارید من یه دونه از این بسازم، دوباره اسمش رو بذارم، میتونم بگم آیدی نات فاوند اکسپشن، حتی اشکالی هم نداره. این شد آیدی نات فاوند اکسپشن که بوک اکسپشن رو میگیره. و اجازه بدید که دوباره اینجا بیایم بگیم نو ساچ آیدی، اینجوری هم بگیم. خب ارور کدش رو یه ارور کد متفاوت تر باید بزنیم، قبلا 1001 بود میکنم 1002 و not found هم فکر کنم 404 باید بشه. بذاری چک کنم که مطمئن باشم، یه دونه تب من باز بکنم بگم HTTP response code. اینجا میتونیم چیزی پیدا کنیم، اینترنت هم که خیلی کنده طبق معمول. این مورای تمز رو بزنیم اینجا نشون میده فکری نمیده، بگیم بیا توی تب جدید باز شو، این هم نمیشه، چیزایی داره میاد و اینترنت ما خیلی کنده متاسفانه. بریم سراغ کلاینت ارور 404 باید باشه، آره 404 not found. اوکی برگردیم سر زندگی خودمون، میگیم یه ارور بده به بود not found و 404 هستش که این ارور. اینم از این قضیه. بیایم اینجا وقتی میخوایم گت کنیم بگیم اگر نال بود throw کن ID not found exceptionی از، حالا ID رو به هم بده، بگو ID نیوش هم باید بکنیم و من هنوز توی کتلین گیر کردم و آشنا نیستم. میگه بیا بگو که این throws میکنه، کوین انثروز ترو کردیم و حالا دیگه بگیم گت. اوکی خب بیایم توی اون اپلیکیشن سعی کنیم حالا گت رو بنویسیم. خب این رو روی بالا بذارم، دوپلیکیت میکنم، میگم خب یه دونه گت دارم مسیرش روی همون بوکس، منتها وقتی گت دارم میکنم باید آیدی رو بدم دیگه، باید بگم دو نقطه آیدی و تو برو توی کنترولر گت رو کال کن. بریم تو اون گت و گت رو درستش کنیم، چون گت نباید آی دی بگیره، باید کانتکست بگیره. این رو پیست کنم اینجا، بیام بگم که ctx.param رو بگیر، پس پارامی از آیدی رو بگیر، بگو آیدی مساوی اینه، یه همچین چیزی وقتی اسم شده آیدی str که string آیدیه و
بگین اگر آیدی SDR مساوی نال بود، دوباره میتونیم یک اکسپشن چیز کنیم، بگیم آیدی رو ندادی بهمون، بیاید اینجا بگیم آیدی مثلا not given exception، طرف آیدی نداده و اینجا اینم نمیخواد چون دیگه چیزی نداریم، بگیم آیدی not found و کدش هم میذارم 1003، ولی برای این 404 ندیم بهتره. چی بدیم؟ بگیم 406 بدیم. بذارید 406 بدیم، بگیم این چیزی که تو میگه اکسپتبل نیست. برگردم توی کنترولر بگم throw con new id not given exception و اینه مثلا بگیم بیاد book oops exception میده خودم رو خراس کن. و چی میگه این دوستمون؟ ها میگه این همیشه فالسه. چرا؟ چرا؟ باید ریتون اگه نباشه باید همین دیگه. ببینیم چی میگه این؟ ها این میگه من همیشه یه استرینگ بهت میدم. بذارید یه تستی حالا میکنیم ببینیم چی میشه دیگه. البته آره فکر کنم هیچ وقت آیدی نات فاوند نمیتونم، چون اگر بده که این پته در واقع تریگر نمیشه. آره فکر کنم درسته این حرف. بذارید یه بار چکش کنیم. حالا فعلا با فرض اینکه رو دادیم بریم جلو، بگیم آیدی مساویه با مثلا بگیم اینت بود دیگه، اینتیجر دات پارس اینت کن آیدی استرینگ رو به این صورت و برو جلو. حتی اینم ممکنه اکسپشن پرت کنه، حالا فرض میکنیم که طرف آیدی شد درست داده، ولی این خود پارسینگ هم ممکن اکسپشن پرت کنه و مثلا آیدیش یه جورایی تو به هم بزنه کارا. اگزاید من این رو ببرم رو مود دیباگ، یه دونه دوباره پوت کنیم و ببینیم درست میگیریمش یا نه. بیاییم توی این قسمت همون کرل معروفمون رو بیاریم، آیدی یک رو بذارید پوش کنیم و بعد بگیم بوکس دیتا هم نداریم، اینم نداریم، بگیم بیا یک رو بهمون بده ببینیم چی میگه. چی میگه؟ میگه 200 اوکی. چرا؟ خب احتمالاً این مشکلی باید آن ببشت، این دیسیفت تقصیر من بود. دوباره بزنیم. خب میاد اینجا، خب آیدی رو گرفته دیگه. حالا اگه من یه آیدی قدی بهش بدم باید چیز کنیم؟ اجازه بدید اینو درست کنیم. آیدی همیشه هست، بذارید رو ریمش کنیم، بگیم bad آیدی، اسمش رو بذاریم bad آیدی exception و بگیم یه دونه string هم بگیم به نام آیدی و بیا اینجا بگو مثلا بگو malformed آیدی given دو نقطه به اضافه آیدی. حالا این هم به نظرم خوبه و اجازه بدم توی اپلیکیشنمون و توی get کنترلرمون و اینجا ما همچین چیزی رو نمیخوایم چون این صوتی من بود، ولی اینجا این پارس اینتر میدونم که ممکنه اکسپشن بده. اکسپشنش چی میتونه بشه؟ نمبر فرمت اکسپشن میتونه بده و اجازه بدید که اگر بگم بیا ترای کن
ترای کن این رو مثلا کلشو میذارم تو ترای کچ کن نمبر فرمت اکسپشن مثلا اسمشو بذار ای اگر همچین چیزی بود بیا ترو کن نیو بد آیدی اکسپشنی از آیدی استرینگ چون فقط اینجا داریم البته این خیلی کار خوبی نیست بذارید یه ذره تنبلی نکنیم و درست‌تر بزنیم این کد رو این رو بیاریم پایین چون آیدی که داره برمیگرده باید در اولین جایی باشه که داره برمیگرده و من آیدی رو بذارم اینجا اجازه بدید و این رو هم بردارم روش بهتریه این کار درست داریم و حالا بیاید این رو بذاریم اینجا این رو بذاریم اینجا این آقا بوک رو برمیگردونه و حالا وقتشه که اون بوک رو ما به صورت در واقع یک استرینگ جیسونی بنویسیم. دوباره میرم همین کار رو بکنم اجازه بدید. بذارید اون رو هم یه فانکشن کنیم. اجازه بدید اون رو یه فانکشن بکنیم بگیم اسمشو بذارم چی؟ مثلا بگیم extracted چی شد؟ کجا داشت؟ بگیم بهش بگیم بیا و تا اینجاشو نه اینو نمیخوایم ای بابا نمیتونیم بگیم که دکمه غلط کردم هم نداره متاسفانه پاکش کنم بذارم سر جاش دستی بذار ریفکتور کنیم اینجا استثنان اینتریجای قاطی کرد یه دونه بذارید من اینجا یک متد پرایویت داشته باشم معمولا بعدش هم بذاریم بهترین تای ته ببرم یه متد پرایویت بذارم به نام write object as json بگم private void write value as json یه دونه object داریم obj و یه دونه context داریم ctx میایم این کارا رو توش میکنیم و obj رو هم سیم اینجا و خلاص خب این رایت آبجکت از چیزی و الان تو اون فانکشن میتونیم از این استفاده کنیم این رو هندل اکسپشن بیاییم بگیم رایت آبجکت از جیسون ای و سی تی ایکس من ریفکتور کردم چون دیدم این پترن رو توی حالا یه نکته بعدی هم نیست اشاره بکنم دیگه من جدیدم این تک کد رو باید بیام توی قسمت گت هم بنویسم چون میخوام بوک رو برگردونم تبدیل به جیسونش کنم دیدم یه تیکه کدیه که داره تکرار میشه یه فانکشن درست کردم یکی از اصول اولیه ریفکتوره یه فانکشن درست کردم رایت آبجکت از جیسون که یه آبجکت رو میگیره کانتکست رو میگیره و اون آبجکت تبدیل به جیسون میکنه توی کانتکست برمیگردونه من دیگه الان دیگه لازم نیست همچین کاری کنم یه وید میکنم این رو و از متدم استفاده میکنم تو متدم میگم رایت object از json object هم چیه آقای بوک و context هم میدم دستش که در واقع خوشحال بشه روی ctx داد status کدم بذارید 200 بدیم که دیگه خیلی حتی فکر کنم بسرط دیفالت میده خب الان اگر ببینید یه ذره کد ما سر و شکل بهتری پیدا کرد ما تونستیم get رو هم اضافه کنیم یعنی الان اد رو داریم گت رو هم داریم اجازه بدید من یه تستی با هم بگیریم که واقعا بتونیم بر فکر کنم بتونیم دیسیبل کنیم F9 خب من الان یه بوک زدم توش همون بوک رو الان میگیرم و ببینید همون بوک رو گرفتم آیدی تایتل هم بلوبال آیدیش هم یک 200 حالا اگر یه چیزی بدم که نیست مثلا میگم 2
چی میگه؟ میگه ارور کد 1002 نو ساچ آی دی و 404 هم میگه نات فاوند و ارور کد هم آره میگه 2002 دیگه آی دی نات فاوند اکسپشن بله 1002 باشه 2002 1001 1002 این هم که 1008 درست. خب پس ببینید ما الان سرویس رسولمون رو توسعه بیشتری دادیم، الان سرویسمون هم میتونه یک کتاب اضافه بکنه و هم میتونه یک کتاب رو بگیره و واقعا داریم یه رکوردای خیلی خوب و درست حسابی میدیم. ببینیم حالا توی ادامه ماجرا به کجا میتونیم برسیم. من فعلا باهاتون خداحافظی میکنم تا ادامه داستان رو ان شاءالله با هم داشته باشیم. خدا نگهدار.